مست و باطلم کردی مگه این رسم مستی و راستی. شاید فردا خوب بشه این جای زخم قدیمی من. سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدید به برنامه مستی و راستی. این ادامه داستان آیواسکاس و شب آخرم و عجیب ترین شب، چون اتفاقی که تو این شب افتاد واقعا به سلامتی روحی روانی خودم واقعا کم کم شک کردم و توصیه میکنم اگر این اپیزودو دارین گوش میکنید با هدفون گوش کنید، چون داستانا و حرفایی که زده خواهد شد توش کاملا 18 پلوس هستن و منم میشناسم دیگه. قرار بریم جای عجیب غریب. خلاصه رو سپیکر گوش نکنید، تو ماشین با مامباتون گوش نکنید، آبرتون میره. من هشدار دادم و دیگه به خودتون. من در ضمن اروپا دارم تور میکنم، کلی شهر، کلن، فرانکفورت، آمستردام، لندن، پاریس هم به زودی اعلام میکنم. البته فکر کنم اون تو اپریل به تو مورد زیاد، ولی کلی جای دیگه و برلین هم فکر کنم هست و چند تا شهر دیگه. اگر خود شما تو اروپا جایی هستین که دوست دارید منو دعوت هم کنید، با اینستاگرام ترجیحاً دی ام بزنید به ادمینم، اونجا بعد من فوروارد میکنه که باهاتون تماس بگیرم. بلیطارم از kingram.com میتونید بگیرید. بریم ادامه داستان شب چهارم سفر آیواسکای من به پرو. خلاصه از اول داستان تا الان من شبای خیلی سختی داشتم، شاید متوسط داشتم، کلی رفیق پیدا کردم. اولش میگم با کلی تنفر و عصبانیت و حالا تهاجمی وارد این بازی و این داستان شدم و دیگه میدونی به یه جایی رسیدم که کاملا نرم شدم. نه تو نرم شدم، بلکه شب آخر اینجوری بودم که خب شب آخره دیگه. بعد بهش میگن آرکانا شب آخر، و شب آخر در از کاری که میگن شبایی دیگه در از شامانا دارن تو رو باز میکنن، عمل جراحی انجام میدن و شب آخر دوباره تو رو بخیه میکنن و جمع میکنن. معمولا بحث چونه که آقا شب آخر ریلکسه، خبری نیست، ریلکسه. خب ما که دیگه عادت کردیم، ما یه ذره میدونی اعتماد به نفسمون داره کم کم برمیگرده و حس و حال خوبی میکنیم. بریم یه ذره امشب یه ذره دوز قوی تری بزنیم. اگه قراره که نرم باشه ما موکیم دیگه. چیزی نبوده که ما نبینیم دیگه تو این سفر. خلاص همیشه میگم یه ذره که شاخ میشی و دور آیواسکا همچی میزنه در کونه، چه گوی خوردم. اما اون شبش دوباره یخت بیشتر خوردیم به جای کمتر. نگم براتون که همین جوری دوره نشستیم اونجا، شامان اومد، گاماس مثل یک دونه لاک پشت من توی اتاق. شب آخرم بود، میدونی بالاخره از این طرف هیجانی که آقا بزنیم شب آخرم تموم شه بره راحت شیم دست این خول و چلا، و یه طرف هم این افسوس و ناراحتی که فاک شب آخره، کاش که تموم نشه، کاش که همینجا بمونیم، چون تازه داشتیم گرم میشدیم. و اون شب بود که من درک کردم، چون قبلش میگفتم با مردم کسخورن همه چیشون رو ول میکنن، میان تو آمازون صبح تا شب آیواسکا میزنن، از چی دارن فرار میکنن و چه مشکلی دارن. ولی تو اون لحظه درک کردم بچه‌ها، و دروغ چرا، یه قسمت گنده ای من تنش میخوره که همش برگرده دیگه به آمازون و همونجا ولوشم. شاید شدم یه روزی میدونی برم اونجا، ارزونم که هست پرو و کشورهای اون دور و بر آمازون، میدونی بولیوی، اکوادوری، کلمبیا تو گرونترته و کلمبیا خیلی خوشگل. آدم پاشه بره اونجا یه زندگی ساده و یه زن و بچه تو باغ بگیری و دیگه چی میخوای؟ دور از تمام هیاهوی و شلوغی و بدبختی دنیای مدرن برگردی به این زندگی خیلی ساده و شیرین. من با این آرزوام، این واقعا از روز اول پادکست که یه دونه فارم داشته باشم و یه جا برای خودم یه کامیونیتی یا یه حس حال، همه مسیرها یه جوری خودشونو به اون سمت نشون میدن. من فعلا خب مجبورم برای کار و برای امنیت چی میگن مادی خودم توی این دنیا فعلا یه ذره سر و کله بزنم، ولی به یه لولی برسم که دیگه بدونم مامانم و اینا راحتن، اون موقع تصمیمشو میگیرم و میدونم یا صدا میزنه اون جنگل و اون براهوت و اون فارم، نمیزنه دیگه. یعنی
فورسش نمیخوام بکنم، میدونی مثل رابطه است. من باید یه بیسو بشتم در مورد بتوین لاو اند هیت درست کنم، چون تازگی رابطه داشتم با یه شخصی یه چند ماهی و هم رابطه خیلی زیبایی بود هم رابطه سختی بود و خیلی چیزا یاد گرفتم از توی این رابطه و بشتم در موردش با شما یه ذره در دل کنم. اونم همین بود در این داستانش، یه مضمون خلاصه اون رابطه هم اینه که آه چیزی آدم چخت نمیتونه مجبور کنه، به خاص چیزی مثل عشق، میدونی؟ و تعریف عشق هم دیگه واقعا فرق کرده اصلا، یعنی اصلا جوری که من به ادبیات و کلمه عشق نگاه میکنم و جوری که لمسش میکنم کاملا برای من یه معنی تازه پیدا کرده، یه معنی خیلی بزرگتر و زیباتری حتی به نظرم. خلاصه بریم تو داستان شب آخر و میگم من اون شب تصمیم که بیشتر بخورم و همون که نشسته بودیم بعد از اینکه خوردیم همه تو اتاق تو اون تاریکی یه دور برامون نگاه میکردیم و داشتیم حزم میکردیم که شب آخری که توی این اتاق خواهیم بود و دیگه نشستم در انتظار این که این طوفان های واسه که امروز چجوری میخواد بیاد بالا تو وجودم. و زمان که گذشت احساس کردم این شب دیرتر خوندن شامانا چون خیلی طولانی به نظرم بود و من همجور نشسته بودم یه نیم ساعت زرو یه ساعت شد بیشتر و حساب کنم هیچ چیم نیستش تا وقتی که شروع کردن خوندن. دوباره اصلا میگم شروع میکنن خوندن تو انگار داری وارد یه دونه کازمیک آپرا میشی، داری میری یه کنسرت شخصی با یک موجود ماورا کهکشانی که با خدا هیچ فرقی نداره، شاید بیشتر هم باشه از خدا یا کمتر نیستش و تو داری با اون آدم داره برای تو یه پرایویت کانسرت میذاره توی این عالم، توی این دنیای عجیب غریب ماورای تمام اون طبیعت و واقعیت هایی که تو درک میکنی. از شب که شروع شد از مقابل نوت یه حالت تو اون تاریکی اون وسط یه دونه ایلین مثل اون ایلین زینومورفای فیلم ایلین هستش که کله گنده‌ای داره و دو دهنش دهن کوچولو دیگه وا میشه، اون مادر ایلین ها تونن بشن زینومورف، اینجوری گنده با هیبت و ترس توی اتاق همینجوری بلند شد و یه موجود عجیب غریب و سیاه و یه سری رنگای سبزی توش بود و توی این قشنگ لرد تمام این کندوی این حشرات بود که دیگه امشب دیگه به حالت خیلی واضح و روشنی دیگه همه ریخته بودن بیرون برای بکس، یعنی دیگه همه اومده بودن امشب. هر جونور و هر ایوون که فکر کنی توی آمازون و توی اون کهکشانهای موازی وجود داشت همه شون دیگه اومده بودن بیرون امشب. و این ایلینه از تمام یه عالمه ممه داشت بندازه تمام ماهایی که توی اونجا تو تا خوابیدون و توی همه اینا همینجوری به ما یه سری چیز وصل بود، یه سری توب وصل بود، مثل چی میگن این چیزی که میبوری چی umbilical cord نمو به فارسی چی میشه، یه حالت umbilical cord دیگه، اونی که بعدا میبورم بچه رو و همه داشت ما رو تغذیه میداد به همه و ما همینجوری داشتیم این تغذیه رو میگرفتیم و امشب در اصل اون پروسه هیلینگو که میگن آرکانا که میگن تمام دارن تو رو بخیه میزنن و جمع میکنن، امشب داشت قشنگ دوای آخرش و سم آخرش رو داشت به همون میریخت مادر آیواسکا. و این حس خیلی عجیب چون نتونه حس میکردم که ما وصلیم به این مادر آیواسکا، وقتی ما هم به هم دیگه هم وصل بودیم، یعنی یه حس یک پارچگی که توی اتاق حس میکردی که دیگه شب اول خیلی همه جدا بودیم تو هوای خودمون ولی این هر شب این حبابامون یه ذره بیشتر و بیشتر تو هم محو میشد و آب میشد و همه ما 12 تا کاراکتری که اونجا بودیم داشتیم بیشتر و بیشتر انگار جزوی از یک انتیتی میشدیم که اون وسط بود. این خیلی جالب بود برام این حسه که قشنگ لمس کنی که جزوی یک چیزی هستی بزرگتر از خودت. ولی حالم فوق‌العاده بود، یعنی انقدر از شب اولم حالم بدتر بود ولی نه دیگه آمادگی داشتم، با اینکه حالم خیلی بد بود و احساس میکردم توی طوفانی هم که دارم همش میخوام بالا بیارم توی کشتی که داره توی طوفان داره غلط میزنه از این ور به اون ور، ولی این دفعه
میدونستم چه خبره و اون ترسه نداشتم، گفتم این طوفانه میگذره، یعنی فقط با یه جوری خودم به یه چیز نگه دارم، به این مست، به کشتی چی میگن، این چوب گنده، خودم نگه داشته بودم که فقط نیافتم اون و اینو بتونم رد کنم و خیلی خیلی خفنه و اینا. و همینجوری که داشتم با خودم میجنگیدم و اینا، داشتم همینجوری داد میزدم چون حالم داشت بدتر بعد از اینقدر داشت حالم برمیشد که فکر میکنم باید صدا بزنم یکی بیا دنبالم منو بره بیرون، چون خیلی خیلی اون شب زیاد خورده بودم و نمیتونستم درک کنم این اتفاقی که داره برام میفته توی این طوفان انقدر سنگین بود. و میگم باز مثل همیشه بدنم داشتم همه چیو میکندم و زیر پتو و پیرن تو بکن در بیا لخش و شعر و همه چیو در میدم این دوباره تنم میکردم، اصلا نمیدونم سکته میکردم و هی هم به آیواتون با مهربون باش به هم عشق بده اونو گفتم. بعد یه برگشت گفتش سوالت اشتباهه. گفتم منظورت چیه؟ گفت سوالت دوباره بپرس ولی درست. گفت من یادم نیست. گفتم من اجازه بده که عشق از منم رد بشه یا اجازه بده که منم بتونم مهربون باشم. یه جوری ادبیات ما عوض کردم، مثل چت جی پی تی هستش که انگار مثلا با پرامپت تو عوض کنی که اون جوابی که میخوای بگیری. و یهو انگار خیلی سویت شد انرژی دوباره و نور نورانی تر شد قضیه، ولی باز حالم خیلی بد بود و این از توی این دریایی که پرت شدم توی یه جایی که خوابیده بودم روی یه شن داغ مثل مولتن لاوا، چی میشه لاوا، از این از توی فش نه با این کوهایی که والکینو چی میشه به فارسی، گایده شدم آتش نشان، کوه آتش نشان میگم، آتش فشان. anyways میدم داری یه سیلتون داری به هم میخندین الان، اشکال نداره. همین که تو را منشأ سوژه خنده شما باشه منو خوشحال میکنه. یه آتش فشان همینجوری که این دورورم این مولتن لاواش ریخته بود و اینا، حالم داشت خیلی بد، احساس میکردم که دارم ذوب میشم، توی جایی دارم میرم این دفعه توی این تریپ که نمیخوام برم. بعد یهو توی آسمون یه دونه پورن استار رو دیدم. این اول داستان ها تازه داره شروع میشه، یعنی تا الان هیچی بوده، یعنی این داستان خیلی عجیب تر میشه. بعد عجیبه تو کل وقتا برای من سکس یه چیز آرام بخشی بوده، اصلا حتی تو واقعیت چه توی واقعیت چه توی تریپ توی هر جایی خیلی برای من سکس، چون فقط یه رابطه فیزیکی نیست، برای یه رابطه میگم عشق و عاشقونه عمیق، حتی برای 24 ساعت برای یک بار باشه با یه نفر، ولی واقعا تو اون لحظه خودم رو کاملا به حالت تنتریک و حالت هیپنوتیکی غرق میکنم خودم رو. و برای من مثل مدیتیشنه کاملا. و همه جو که داشتم میخوندن امشب، یکی از چیزای جالب دیگه خوندن سولیمار و خورخه اینه که همزمان که دارن با هم میخونن توی اتاق دور تا دور اتاق با هم کاملا دیزونانس داره، جفتشون دارن تو چیز مجزا میخونن توی ضربای مختلف تو حس و حالای مختلف، ولی توی اون هرج و مرجی حس و حال بالا آوردن و جیغ زدن و ستاره ها و عنکبوت و عقرب و حشرات و همین ستا موزیکه یه نظمی داشت، نمیتونی توضیح بدم. و اصلا خیلی خیلی با همزمان با هم خوندنشون، با که اون مثلا داشت 5-4 میخوند این داشت 3-4 میخوند، توی کی سیگنچور فلان بود اون یکی، توی این جوری با هم دیگه همش مچ میشد، نمیتونی توضیح بدم. بعد با همین جوری با این موزیک خوره های من از اینا های من از اینا های این دختره زیبای این پونسره توی آسمون همین جوری داشت میرقصید برای من، های من از اینا های من از اینا لباساشو داشت در من، همین جوری داشتم هشتری تر هشتری میشتم. بعد خدای من نکنه من یکو الان راست کنم این وسط، چون اصلا نمیتونی راست کنی اصلا روی آیواسکا، غیر ممکنه، چون واقعا بدنت نمیدونم تو رو مثلا اسید که خورده باشه خیلی زیاد یا ماشون مثلا خیلی سخت راست کنم، من که آخرش که تو کام داونش باشه اون من همش اول ترسیدم که آقا راست کنم و فلان، یه ذره نگران بودم آقا نرم دنبال این برم از توی این سوراخ این دنیای پورن استوری، اگه برم وارد این دنیای سکس اینو بشم یهو برام شد بعد در بیاد، آقا گفتم کونو لقه شب آخر من دیگه اومدم لت گو کنم ببینیم چی اتفاقی میفته. یهو این پورن استار لخ شد، اصلا زیباترین زنی که اصلا تو تصوراتم بود و همینجاش با این با صدای این ایکاروس، یعنی موزیک ایکاروس تبدیل شده بود به یه ریتم سکشوال برای من که هی داشتم سکشوال تر و حشری تر می‌شدم و شروع کردم میک اوت کردن با این خانومه و بعد
شکریم با هم دیگه سکس داشتن و یه سکس عجیب و غریب و وحشتناک و زیبا و وحشی و اصلا داشتیم جیر میدادیم هم دیگه رو، انقدر این سکس فوق العاده بود. و همینجور که داشتیم هم دیگه رو میکردیم و می موزیک داره بلندتر و جالبش اینه که هر ایکاروس برای هر کی میخوند یه بار انگار آبم میومد، یه بار انگار به اورگازم میرسیدم و اصلا اورگازمی که مغزم ملت میشد، یعنی نمیتونی توضیح بدم، یعنی آب میشد تمام مغزم. و همینجوری که داشتم دیگه میگم این داشت تبدیل شد به تمام دوست دخترای قبلیم و آینده و وسط و بالا و پایین و چپ و به همینجوری و آخر آخرش همینجوری که داشتم میکردم همینجوری چشامو باز کردم دیدم دارم یه دونه عنکبوت خیلی گنده رو دارم همینجوری مثل خر دارم میکنم. فکر کن من دارم یه عنکبوت گنده رو گرفتم پشتش و اینجوری و عنکبوت جلوش آدمه ولی پشتش عنکبوته، دارم همینجوری مرمید که نمیشه، مر سپایدر میشه، نمیدونم چی میشه این موجود. و اصلا دیگه این لذت با این عنکبوته دیگه به حد اکثر لذت سکشوال میرسه، اصلا نمیدونم توضیح بدم چقدر داشت بهم حال میداد. و تمام نوتایی که داشتن میخوندن انگار سمفونی نوت به نوت تمام حرکات سکس من بود با این عنکبوته. و بعدش که اومدم و توی این عنکبوته اورگازم کردم، اصلا یهو قش کردم روی ابری از آرامش که اصلا باورتون نمیشه. ولی بعد دوباره موزیکی بعدش دور بعدی که موزیک دوباره شروع شد دوباره حشر شدم، این دفعه رفتم با یه موجود دیگه دور سکس داشتم، بعد با یه تیکه نمیدونم کلمه بروکلی سکس داشتم، بعد با یه دونه سیب سکس داشتم، بعد با یه تیکه پاره آجر، یعنی با همه چیز همینجوری داشتم همه چیزو میکردم. اصلا یعنی باورم این سکشوال انرژی مثلا پشمام ریخته بود. بعد تو این هیری بیری که داره هزار تا اتفاق میفتاد، بعد کم کم تمام حشرات و تمام موجودهای دیگه توی این کندوی کهکشانی شروع میکنن همه همدیگه رو کردن توی اورجی وحشتناک گنده. و بعد اون وسط هم صدای بالا آوردن همه داره میاد و ریدنای توی خودشون و جیغ زدن و فلان، که بعد توی این استفراغ مثل رنگین کمون میری کف زمین و همه قلب میزدن توی اینا و بازم داشتن همدیگه رو میکردن، همه داشتن همدیگه رو میکردن، همه. الان میده هرکی داره اینو گوش میکنه مطمئنم میگه خب دیگه رام کاملا مغزشو دست داده و نه هنوز دست ندادم، ادامه بده گوش بده بقیهشو بعد میفهمی دست دادن یعنی چی. توی این هیری بیری هم که دارن هم همدیگه میکنن، بعد شروع میکنن خداهای انواع اقسام ادیان ها شروع میکنن همدیگه رو کردن، پیغمبرها، خداها، فرشته ها، شیطون ها، همه لای حشرات، لای آدم ها، همه دارن همینجوری مثل اون صحنه دانتیز انفرنو بود که یه عکس بود از جهنم ولی همه ترس و ناراحت بود، این ولی همه خوشحال همه دارن همدیگه رو میکنن. میگه خیلی عجیبه، من این روز خیلی عجیبه، من یه دونه تو یک کتابخونه داشتن همه کتابای فلسفی و فلان و معنوی و بود، من یه دونه کتاب دیدم که در مورد تانترا بود، یه صفحه شم بیشتر باز نکردم که یه صفحه بود که یه عکسی از یه کهکشان دیگه همه همدیگه رو توش همدیگه رو میکردن. و این وسط که همه دارن با هم تو این اورجی همینجوری بالا پایین میرن اینا، من همینجوری دارم جیغ میزنم، دیدی سر جام تو تختم دارم همینجوری جیغ میزنم، حالت خنده روانی. و آخر آخرش هم این من مغزم یعنی دارم حس میکنم از وجودم از جمجمه‌ام دارم میاد بیرون، در حالی که هانیبال لکتر است مال این یارو آدم است که آدم خوره، مال این فیلم چی بود سالینس اف دی لامز، یه سریال هانیبال لکتر بود، مغز منو جمجمه‌ام باز کرده با یه قاشق دارم اینجوری مغز منو میخوره. از اون بالا لری دیوید تبدیل شده به یه دونه حشره دیگه، داره کلاش یعنی روی حشره سایه داره یه چیز دیگه رو داره میکنه، میخنده بهم و میگه رام ایتس ا فاکین شیت شو، ایتس ا فاکین کازمیک اورجی، او مای گاد آی لوف دیس. اونم داره میخنده و داره میکنه، من دارم میکنم میخندم، استفراغ و خون و خنده و جیغ و خوشحالی و رنگین کمون، همه چیز خرد و خرد و هم قاطیه. و اون بالا بعضی که همه خداها هم دارن همدیگه رو میکنن و فلان، یه دونه خدای گنده قول آخری هستش که یه دیلدوی شیشه‌ایه که پر نوره. من میگم خدای من مغزت من چی داره میگذره، یعنی اصلا خودم دیگه رد داده بودم. با کل اینو تو فکر کن یه نقاشی بکن، یه چیزی شبیه این مثلا الان بک‌گراند چیزم ببین، نمیدونم چقدر معلومش یا نه، ولی یه همچین چیزی مثلا
در بعد مثلا 1000 ولی توش پر سکس و موجودای عجیب غریب همه دارن همدیگر رو میکنن و این تبدیل شد به یه دونه ورق کل این ماجرا و این داستان و این اورج و این ورق یه دونه ورق بود از یه دسته ورق دیگه میبینی مثلا آسپیک فلان فلان این مثلا دو مثلا خش بود بعد تو این دسته ورقه هزاران بی نهایت دسته ورقای مختلفی بودش که تو هر کدوم که نگاه میکردم یه اتفاق و یه اورجی و یه کهکشان و یه داستان دیگه خوش داشت یعنی همه جوری ورقا رو برمی‌داشتم نگاه میکردم و اصلا باورم نمیشد یعنی هر ورقی که نگاه میکنم مثل یه فیلم برای خودش هزار تا داستان رو پلی میکرد از خلقت تا تمامیت تا فلان و چی مغزم داشت اوورلود میکرد از مقدار این اینفورمیشن رو چون یک حالت چی میگن انفینیت لوپی توش گیر کرد این یکی از ترسناک‌ترین چیزا روی این تجربه های واسه که توی این لوپا گیر کردنه میوفی توی این لوپا اصلا مغزت میره تا یه جایی که اصلا دیگه باورت نمیشه و دیگه اوجش هم به یه جایی رسیدی که من نمیم الکس گری نمیم نقاشه چه دیدی یا نه این الکس گری که مثلا انرژی آدم ها رو نقاشی میکنه که آدمی که خیلی نقاش سایکدلیکه من دیگه تبدیل شدم به یه سری رگ از انرژی و داشتم اون قول آخره و که اول داستان بود محالت مادر آی واسکه داشتم به اون دیگه سکس میکردم و خون اون زینومورفا که میدونید اسید دیگه من همونی که داشتم میکردم اسیدهای خونش میریخ رو من و من چه آب میشدم ذوب میشدم همون هنوز داشتم میکردم و لذت میبردم در حال ذوب شدن و دیگه ذوب کامل شدم همون لحظه یهو نوبت سول میرا شد اومد من رسید و یه نفس گنده کشیدم گفتم آخیش واقعا داشتم سکته میکردم از شدت سکس و اورگازم دیگه نمیتونستم چجوری جلوشو بگیرم نوای نمیستاد انگار صد دفعه داشتم میکردم و همینجوری اورگازم میشدم داشتم غرق میشدم توی اون دنیای اون لذته و یهو آرام شدم بعد از اون سکس آخرم که دیگه تموم شد با اون قول آخر همون موقع سول میرا بهم رسید و اصلا یه نفس عمیقی کشیدم و ولی سومیرو جوری که من اگر چونکه برام آهنگ خوندن یهو دوباره یه ترسی اومد تو قبل که اوه الان قراره برم یه جای خیلی خیلی ترسناک بعد خنده داری داستان رو گوش کن اون عنکبوتی که کردم اول داستان یه عالمه بچه رام عنکبوتی زاییده بود یه عالمه همه جای اتاق حالا پر بچه عنکبوت رامه بعد مامان عنکبوت یه سری بچه‌ها بغلش رو بنده داشت منو نصیحت هم میکرد میگفت نگران نباش رام تو قوی تر از این حرفای نگران به صدای سولمیرا گوش کن به صداش گوش کن و دنبال صداش برو هی اینو بهم میگفت منم اصلا اینجوری که خدای من تو دیگه رام دیگه این دفعه دیگه بر نمیگردی به واقعیت دیگه تموم شد بعد شروع که برام خوندن یه حضر روش کم لرزیدن دوره حالم داشت خیلی بد میشد باشه کنم دست زدن به اینجای پیشونیم که میگم بهش برم میگم پاینیل گلند بعضی میگن چشه سوم بعضی فلان میگم هرچی میخوای اسمشو بذاری برم میگم داشتم دست میزدم یهو رفتم توی دمه یه دونه هرم یه پیرامید و توی این قسمت میگم من عجیب من همه شبا هم یه حالت اکت 1 اکت 2 اکت 3 داشت اینم اکت 2 شب بود برام این شب بود و توی این پروسه که یهو دست دادم به پیشونیم و رفتم توی این هرمه من دقیقا قبل از دیگه بیام توی هاتسکو فقط یه سریال رو نگاه کردم اونم 1899 بود تو نتفلیکس که مادر قوام کنسلش کردم بعد سین آقا این که بهترین سریال های بود نمیم حالا من چون شاید جای عجیبی بودم ولی به نظر من که بالترین و خفنترین سریال های بود که دیدم 1899 اسمش داستان یه کشتیه که اتفاق عجیب غریبی داره توش میفته و تو نمیدونی که این واقعیته یا نه و کل این شو در مورد میگم در مورد طبیعت واقعیت و حقیقت همزمان با اون که رفتم تو غرق شدم توی این داستان این هرمه و این رمز این هرمه چی و داستانش و چجوری بود برم توش یه حالت دقیقا توی شو هم دقیقا این جمله هی اول هر اپیزود میگفتن wake up و من اینو هی داشتم دنبال این کلمات میگشتم روی هرمه دقیقا تو فیلم هم همینجور بود توی هرمه جای نوشته wake up و اینا رفتم در رو باز کردم و تمام تلویزیون ها رو دیدم تمام تلویزیون پشت صحنه ای که یه دیدم زندگی من زندگی مثل ترومن شوه ترومن شو میگه فیوریت ترین فیلم هم این فیلمه بود ترومن شو که جیم کری بازی میکرد و تمام زندگیش داشت فیلم برداری میشد بچی و اون تنها فقط تنها آدم واقعی بود تو دنیایی که همه توش هنرپیشه بودن و
و این تنها کسی که خبر نداشت و بالاخره یه روز آگاه میشه به این موضوع و بعد فیلم از اونجا شروع میشه. و یه دونه اپیزود Love Death Robot بود، Beyond the Oculus Rift، نه اونو دیدین نه؟ اونم دقیقا داستان اینه که یه سری آدم ها تو گوشه کهکشان جای گم میشن و وارد یه تو دام یه دونه عنکبوتی اتفاقا میفتن که اونا رو جوری که اینا رو زنده نگه داشته با حالت نیمه فلج از لحاظ ذهنی، از لحاظ نمیدونن اینا کجا، نمیدونن تقریبا که تو واقعیتن یا نیستن. و خیلی اون اپیزود خفن و عمیقیه. منم که من تو این اتاقه داشتم همین دور برام نگاه میکردم، یهو یه ترس اگزیستانسیلیه خیلی وحشتناکی منو وجودم گرفت و برگشتم گفتم خب تنها جوری که من میتونم بیدارشم موقعی که میمیرم، تو اینجوری که واقعی نیست، پس من باید بمیرم. و خب خیلی ترسه که آدم یهو برگرده همچین حرفی بزنه. تو یهو انگار آگاه بشی توی سیمیلیشنی که هستی و دنیایی که هستی و بگی من تنها جوری که از این دنیا میتونم برم جوریه که خودمو بکشم. و این انگار فکر میکنم اون افکار خودکشیم بود که من با توی اونجا با رها میکردم توی اون دنیا. و برگشتم تو همون کشتی اول داستان بود که گفتم دیگه طوفان طوری بود. میگم این فکر داشت دیوونه هم میکنم، یعنی چی اگر من بمیرم بیدار میشم؟ و این فکر انقدر منو داشت اذیت میکرد که خیلی ترسیده بودم، همینجاشو میلرزیدم. بعد سومیرا همینجوری صداش داشت بلند بلند تر میخوند و اینجای صورتم داره میخونه. که بعد بالاخره که به آخرش رسیدم، به آخر این تونل وحشت کشتیم که اون تشکیل رسید، دقیقا مثل فیلم ترومن شو اون دره رو پیدا کردم دم دیوار. و برگشت گفت just in case I don't see you, good afternoon, good evening and good night. و رفتم توی دره و اونجا بود که سولمیرا تموم شد خوندنش و توفو کرد رو صورتم و منو مالید توی توفو فلان و اینا. و یهو رفتم توی یه جایی که شکم حالا صدای موزیک شروع کردم شنیدن. دیگه سولمیرا و خورخم نمیخوندن، خسته شده بودم، ولی من هنوز های های بودم. امشب عجیب غریب هنوز های بودم. معمولا که اونش تموم میشد خوندنشون کم کم هاییم کمتر میشد و میتونستم برگردم، ولی اینجا اتفاقا همینجوری هنوز داشتم میرفتم بالاتر. بعد دیگه موزیک اونها رو نمیشیدم، ولی یه موزیک دیگه داشتم میشیدم. گفتم این چیه موزیکه؟ دارم 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 دادم 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 دادم. این سمفونی نوه بیتوونه. و همینجوری که رفتم جلوتر هی داشت موزیکی بلندتر میشه، ولی جمعه تاریک بود، خیلی تاریک بود. هی داشتم سعی میکردم موزیک رو دنبال کنم. بعد همینجوری موزیک رو شد دن 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 به همه سمت میخوردم، به یه سری آدم ها، یه سری موجود هایی که اصلا نمیفهمیدم کی هن و چی هن. و همینجور که داشتم میدودیدم توی این تاریکی بی جهت، همینجور داشتم بیشتر و بیشتر میدارستم چون روشن نمیشه، هیچ جایی روشن نمیدم. یه هایی سری آدم منو گرفتن و منو اوورن کشته کن توی صندلی، دست و پامو بستن و هولم دادم بیرون. رفتیم بیرون توی یه جایی که یهو متوجه شدم مثل فیلم Clockwork Orange هست، یه سری موجودات منو گرفتن، چشامو این پلکامو با این دستگاهی اینجوری باز نگه داشتم و دارن به من یه عالمه تصویر نشون میدن و چشام داره همینجوری خون میاد و همینجوری یه سری نور از چشام داره میزنه بیرون، داره همینجوری خون میاد چشامو. من دارم من دیگه رسما اینجا مثلا همه سکوت تو آرامشن، خب مثلا به جای آروم حل شده تمام مسئله، چون من توی تختم اینجوری داشتم اینجوری جیغ میزدم برای خودم، این رد داده بودم، یعنی کاملا رد دادم. بازم میگم این کاشکی میتونستم این تصویرهایی که میدیدم و لمس میکردم و تجربه میکردم از حقیقت تمام دنیا رو میتونستم به زبان بیارم. نمیتونم اصلا یادم میتونستم چیم، فقط اون لحظه که داشتم تجربهشون میکردم تمام وجودم از خود بی خود در هر ابعادی به هر جهتی به حالت بی انتهایی همینجوری داشت میرفت و آب میشد و ذوب میشد و کم میشد و زیاد میشد و
همینجوری داشتم جیغ میزدم و این صدای موزیک بیتهوون رو داشت بلندتر و بلندتر داشت کرم میکرد. به یه جایی رسید که داشتم اینقدر جیغ میزدم که واقعا یه لحظه فکر کردم که دیگه دارم سکته میکنم، یعنی واقعا فکر کردم قلبم داره میایسته. همون که داشت به اوجش که میرسید یهو اینا آوردن منو بیرون با این سن توی ویلچر آوردن منو بیرون و یهو دیدم تمام این موجودات، تمام این حشرا، تمام این اورج، آدمایی که تو اورجی بودن، آدمایی که شب اول بود، آدمایی که شب دوم بود، گورگا، اون، این، رفیقام، رفیقای اون، بچگی، این، معلم، دوست، آشنا، لاور، همه اومدن بیرون. یعنی نمیدونم چقدر آدم، همه بودن. کل کره زمین هستن، همه آدما بودن. و من با این ویلچر آورده و منو بیرون، همه داشتن برام دست می‌زدن. انگار مثلا این جایزه رو بردم یا محله آخر رو تمام کردم. و بازم این موزیک داشت پلی میشد، هنوز موزیک بیتهوون توی ذهنم و پشمام ریخته بود و یه ترسی که منو ورداشت، چون چیز آخری که من باش موندم این بود که من نمیدونم آخرش چی شد، چون توی فیلم کلاکورک اورنج که باشه دلیلی که موزیک پلی میشه درس آخر فیلم بود که هیچ درسی نگرفت یارو بیشور، ولی من انگار یه آگاهی داشتم که این اتفاق و لری دیوید هم اون آخر داشت منو نگاه میکرد و به میخند میگفت You got the message, right؟ و فکر میکنم گرفتم، یعنی فهمیدم تو تمام این جوک و تمام این داستانا و این تخیلاتی که به خودم گفتم برای اینکه بتونم آرامش کنم، یعنی جوابشو همیشه توی قلب خودم داشتم و میدونستم چی بود و از طریق تمام این داستانا داشتم به خودم یه داستانی تعریف میکردم که جوری بتونم حذف کنم تمام دردام و تمام پینامو. و یهو تصویر مامان و برادرم اومد توی ذهنم و دیدم تا وقتی که من فقط عشق این دو نفر رو داشته باشم هیچ چیز دیگه لازم ندارم توی زندگیم. و این یهو خیلی آرومم کرد و اصلا سبکم کرد و برگشتم توی قلبم و همه این داستان و همه چیز رو به بیرون انداختم و یهو نشسته بودم اونجا با قلبم و با صدای جنگل. همین دیگه، هیچی نه، من بودم و جنگل. و برگشتم به جای خیلی خیلی ساده، حشرات و همه موجودام هم که مثلا درینکاشون با دستشون بود، من برگشتم تو خونه تو خدافظی کردم و سفر بعد میبینیم تو. ولی واقعی بودن، یعنی میخوام بگم همه این موجودات و همه این آدم ها که تو اون کهکشان بودن انگار یه حالت ریک اند مورتی توری، انگار برای اونها یه بازی بود که میشستن توی یه ویدیو گیم زندگی ما رو نگاه میکردن روی آیواسکا. و اصلا مهم نیست برام کسی که داره تماشا میکنه نمیکنه، مثلا این قضیه این پادکست من دارم برای کی دارم فکر میزنم همینجوری یک ساعت؟ ظاهرا یه سری آدم نشستن کسغلتر از من دارن گوش میکنن با چرت و پرتای من، ولی مهم اینه که من چه حسی الان میکنم. و واقعش اینه که حس خوبی میکنم وقتی که سبک میشم و میام با شما همه چیز در میون میذارم. بعد نمیدونم آخر این داستان این پادکستم چی میشه و دوباره وقتی میشه که قرار کنم یا تموم کنم یا برم یا نرم، برای من میدونی یه راهیه که واقعا بتونم خودم رو پرج کنم و این خیلی لذت میده و کمک میکنه که رشد کنم، رشد میدونی عقلانی و فکری و احساسی و عاطفی. هر اشتباهی که میکنم، هر قدمی که برمیدارم در راه بهتر شدن خودم، واقعا این پلتفرم خیلی به من کمک کرده و اون آیواسکا بهم کمک کرد و همه این کارهایی که دارم سعیم میکنم، از تای وجودم همه این گوها رو دارم میخورم برای اینکه میخوام خوب زندگی کنم، برای اینکه میخوام سعی کنم آدم بهتری باشم. میدونم آدم پرفکت نیستم، میدونم ای با ایراد هزار تا دارم، ولی دیگه تو اون مود و اون فکر خودکشی و ناراحتی و افسردگی رو نیستم دیگه. یعنی طبیعتا دوباره جای ناراحت خواهم شد، قلبم خواهد شکست، هزار تا اتفاق بعد دیگه میفته، ولی یه جوری با همش اوکی هم. به آرامشی رسیدم درون خودم که میدونی این هم میگذره. و واقعا که هدفم اینه که هر ژانویه رو واقعا با یه سفر آیواسکا شروع کنم یا ویپاسان، یه چیزی که، چون سخت ترین قسمت اینه که تو اون اتفاقات خوب بتونی ترنسلیت کنی توی زندگی واقعی و انتگریت کنی با عادتهای خوب توی زندگی واقعی. همین الان مثلا میگم مشروب کمتر میخورم، مواد دیگه مثلا نمیزنم یا فلان نمیکنم، یا با خودم خیلی بیشتر میرسم، هر روز صبح میشم یوگا میکنم، مدیتیت میکنم،
خیلی احساس بهتری میکنم تا اینکه کل روزم به بتالت و به بیکاری و به هیچی بگذره. و الان یه فرصت و موقعیت خیلی خوب دارم، کار خیلی خوبی پیدا کردم، کلی درهای جدیدی برام باز شده، کلی رفیقا و آدمای خفنی مثل شما تو زندگی مثلا که به من هی عشق میدن، مامانم هست، مهرانم هست، واقعا نگران نیستم. یعنی عجیب ترین اتفاق از همه این داستان یعنی که من هنوز همون آدمم که یه ماه پیش بودم، همون مشکلاتو دارم، حل نشدن خیلی از این مشکلات، ولی چون پرسپکتیوم با چند درجه کوچولو شیفت شده فقط به یه سمت دیگه، باعث شده خودم از یه زاویه دیگه بتونم ببینم و درک کنم و بتونم با از طریق این زاویه از این دید به اون مسئله بپردازم و سعی کنم حلشون کنم. چون رام قدیم فقط میخواست اینا رو ایگنور کنه، فقط به روی خودش نمیاد، بیشتر توی اعتیاد خودش رو غرق میکرد برای اینکه نمیدونه چجوری دیل کنه با تمام این مسائل. الان هر کدومو just one at a time، یکی یکی باید آنتنگل کنم، باید حل کنم، چاره دیگه ندارم. و چون این تپه کوه از مشکلاتو نمیتونم یه شبه حل کنم، باید قدم به قدم هر روز کوچولو کوچولو حلشون کنم. ولی اون اعتماد به نفسم برگشته، اون توانایی که در خودم میدیدم که میدونم میتونم این کارو بکنم، چون خیلی حس بدی بود وقتی که رسیدم به اون ته چایی که اینقدر از خودم متنفر بودم و اینقدر بیزار بودم از خودم و کاملا اعتمادم به خودم و توانای خودم از دست داده بودم. خواسته نمیخوام دیگه زیادی براتون فرق بزنم. این بود داستان آیواسکای من در چند تا اپیزود و امیدوارم از توش یه چیزی به درد شما خورده باشه، گوش کرده باشین همه این داستانم. برای من که واقعا لایف چنجینگ و دوستایی که اونجا پیدا کردم هنوز با هم هر روز صحبت میکنیم، پایتیو و همدیگر رو کمک میکنیم، سپورت میکنیم. باید دوستای اونجوری زندگیتون پیدا کنید، آدمایی که از ته وجودشون تو رو به لخترین حالت قبول دارن و گوش میکنن بهت و حضور دارن برات. خیلی خوبه که آدم بتونه اون انرژی اون عشق رو دور بر خودش داشته باشه. یه خانواده واقعی برای خودت پیدا کن، یعنی خانواده که خودت انتخاب میکنی. خلاصه همین بچه، عاشقتونم واقعا، دمتون گرم و مواظب خودتون باشین تو این روزهای سخت، به خودتون برسین، به سلامتی و روح و روانتون برسین. خیلی دوستتون دارم، مواظب خودتون باشین تا اپیزود بعدی. چاکس.